وانشا جان سلام، سلام به آدم ها و ریاضیات. خیلی خیلی خوش آمدین. نمیدونی چقدر مشتاقم که داستان تو بشنوم. من وانشا، اسمم ایرانیه، فکر نکنید که اسم فرنگی از وانشاندن میاد و به معنی نشای دوباره هست. در متولد رشت هستم توی استان گیلان. برای نشاهای دوباره برنج بیشتر از این واژه استفاده میشه و این اسم به صورت اسم، در واقع اسمی که بر فرد بذارم، قبلا وجود نداشته. عموم پیشنهاد کردش که خب خیلی نسبت داره و شاید بد نباشه که این اسم رو هم بذارن، و خیلی هم خب پذیرفته شد تو خانواده من. به حال اسم من وانشا رودبارکیه و رودبارکی هم رودبار نیست. رودبارکی محلیه بین رشت و لاهیجان که من خودم شده یکی دوبار رفته باشم. وقتی بچه بودم اونجا در واقع همش شالیزار و این داستانا بود. اونجا پدر بزرگ من مقداری به هر حال چشم گرد زمین و چه میدونم شالیزار و این داستان ها داشت که خب میرفت بهش سر میزد، و چون که یک رود خیلی باریکی از اون محل رد میشد، اهالی اونجا اسمشو گذاشته بودن به لهجه گیلکی میشه رود برکی. خلاصه وقتی که اومدن برای اینو شناسنامه درست کنن و اسم براشون بذارن، در زمان رضا شاه بود، اسم خانوادگی رو پدر بزرگ من رو گذاشتن. اون کسی که قرار بنویسه، خب نویسه تو تلفظ همطوری نوشت ولی تلفظش میشد رود بارکی. در واقع منظور همون رود باریکی هست که از اون شالیزارها رد میشه. اسم من وانشا یعنی نشای دوباره، اگه بخوایم لفظ به لفظ ترجمه بکنیم، نشای دوباره برنجی هستش که کنار یک رود باریکی هست. این رو به خاطر بسپارید. من شاگرد خوبی نبودم اصلا تو مدرسه، و به جز کلاس اول که خب به زور معدلم 20 اومد، که اون که همه این طبیعیه، ما ایرونی ها همه بچه هاشون معدلشون 20ه، نمیتونه اصلا چیز دیگه باشه. بنابراین منم به خاطر همون سنت ایرانی بودن میبایستی که معدلم 20 باشه. و خب سال اول دبستان یک تصادفی برای من پیش اومد که من مجبور شدم که نتونستم برم مدرسه اصلا، و تو خونه مادرم بهم درس داد. شدم به خاطر همین معلمم معدلم 20 شد، چون مادرم به زور بهم درس میداد. من همون اوایل مدرسه بود، کلاس اول که بودم، به اصرار حالا به حال فامیلا و این داستانا رفتیم سینما، و یک تولدی تو خانواده داشت صورت میگرفت و من 5 سال و نیم هم بود و مادرم منو فرستاد با داییم و دوستاش و اینا که بریم سینما. و موقع برگشتن اینا هم خب به حال جوان بودن دیگه، جوانای 16-17 سال و این داستانا، خواستم با دوچرخه برگردن و پشت ترک دوچرخه سوار نشده بودم و خلاصه ترسیدم و پام رفت لای پرهای دوچرخه و شکستگی مرکب داد که خب چندین بار مجبورن گچ بگیرن و فلان کنن و اینور و اونور، و عفونت داده بود و خیلی خطرناک شده بود دیگه. خوشبختانه بود دیگه پام قطع نشد و موند، و ولی من یک سال نستم برم مدرسه. یعنی همون اولش رفتم و بعد تصادفش اومد و دیگه آخر سال فقط منو بردن، بغل کردن، بردن مدرسه که امتحان بدم. و حالا نمیدونم چون پام شکست بود به مدرسه 20 دادن یا مادرم بود، نمیدونم. حالا به هر حال ولی بعد از اون همیشه خیلی خیلی بچه گوشه‌گیری بودم، درس خونم نه، اصلا حوصله نداشتم. یعنی اصلا من حوصله درس خوندن نداشتم، برام اهمیت زیاد نداشت و اینا، خیلی کم حوصله بودم. و شاگرد حالا خوبی بودم، بعد نبود، مثل همه بودم، خاص نبودم. و بعد که خب پدرم منتقل میشد مدام، قبل از انقلاب بود این داستان ها، که از این شهر به اون شهر منتقل میشدیم و پدر من مسئولیت داشت و اینها، توی تربیت بدنی مدیر کل بود، رئیس بود و این داستان ها. بعد که پام، یعنی یه سال طول کشید بعد از این زمین گیر بودن من که من بتونم راه برم، و نمیترسیدم که راه برم. خب سنم خیلی کم بود، 5 سالم بود، 5 تا 6 سال. خب وقتی بچه نمیتونه راه بره، خب این گوشه‌گیر و این داستانا میشه.
ولی اینجا بابام یه ایده خیلی خوبی داشت. دکتر گفته بود خب موقعات کینه و سوپر چی بشن فیزیوتراپی این داستانه به اون شکل نبود در ایران. گفته بودن که من باید فشار بیارم روی این پام بلند شم و کم کم راه برم و منم میترستم این کارو بکنم نمیکردم. خلاصه خب این اتفاقم با یه دوچرخه افتاده بود. پدر من یه ایده ای داشت رایدش این بود که رفت یه روز برای من یه کادو خرید. رفته بود از فروشگاه بزرگ کوروش بود اون موقع ها که همه چیز می آوردن از این ور اون ور داستان ها، یک دونه دوچرخه برای من خرید. یه دوچرخه قرمز خیلی خوشگل، این دو طرفش هم دو تا چیز داشت از این چرخ ها داشت. این اون موقع ها جدید بود، یعنی هیچ کی هم چیزی نداشت، تازه در اومده بود. خلاصه به من گفتم که آخه من که پام شکسته، من که بدیزم، من که نمیتونم ازم فلانم اینا. گفت نه تو سواری نشو، تو اینو بگیر دستت و باهاش را برو. خلاصه منم این کارو کردم، با 6 سالم بود، 6 سال و نیم. این دوچرخه رو تمام تابستون میفتم دستم و مثل عصا شده بود و با این خورده خورده را میرفتم، یعنی بهش تکه میکردم. خیلی جالب بود اون همون یه دوچرخه ای که باعث شده بود ممکن بود من حتی پام قطع بشه و یه همچین اتفاق بعدی تو زندگی برام افتاد، باز همون دوچرخه باعث شد که من بتونم دوباره راه برم. این توی خاطرم موند و ملکه شد تو همون سن کم. خودم گفتم که واو، یه چیزی که میتونه از بین ببرتت، معلولت کنه، همون چیز اگه به جا و درست استفاده بشه ازش، این میتونه باعث بشه که تو پیشرفت کنی. و بنابراین مهم اینه که کجا و چه جوری از اشیا و از مسائل آدم بتونه استفاده بکنه. این خیلی رو من اثر گذاشت، بسیار اثر زیادی گذاشت. خلاصه هیچی دیگه، من تا آخر تابستون نه تنها تونستم که راه میرم، بعد دیگه حالا راه میرفتم این دوچرخه‌ام میدم دستم، هی هر چی که میرفتم با این میرفتم، بیشتر اون رفیقم. کلاس دیگه شد، کلاس دوم ابتدایی، و منم خیلی شدیدن بچه خجالتی بودم و الان مثلا خیلی معمولی درس میخوندم و مثل همه مثلا معدلم شد مثلا 18 بودش و اینا، 20 نبود اونجوری که مادرم میخواست، باید مثلا ما زیر 20 نداریم دیگه، بچه فامیل همه 20ن، چطور مگه میشه تو، یعنی تو تنبلی درس نخون. خلاصه این دیگه برای من شده بود یک لجبازی، یک لجبازی کودکانه که من اصلا دیگه علاقه نداشتم نه به درس خوندن نه به مدرسه نه به هیچی، یعنی فقط این کارو میکردم، میدونستم که به هر حال مادرم دعوا میکنه، برای اینکه اون چیزی که اون میخواست نبود و اینا، باید حتما بهتر میبود. خلاصه هی ما باز منتقل میشدیم اینور اونور و ماجرا ادامه داشت و من رفتم کلاس دوم ابتدایی، وسط های سال ما رفتیم به همدان و اونجا هنوز پیش از انقلاب بود، مدرسه مختلطی بود، زن دخترانه بود و این یه جورای زیر مجموعه مسیر رازی تهران بود، اونجا همه فرانسه میخوندن و اینا، زبان دومشون فرانسه بود. خلاصه من مدرسه ابتدایی رو اونجا بودم تا پنجم، لولشون هم بالاتر بودش اینا، چون دیگه من اونجا دانشجوی متوسط همچین خیلی چیزی بودم اینا، درس نخوندم. ما یه مقدار ورزش ایناش رفتیم تو داستان ورزش، چون پدرم تو این فضای ورزش بود و اینا، من به ژیمناستیک علاقمند شدم و تمرینات ژیمناستیک میکردم و خلاصه میرفتیم تا قهرمان کشوری و این داستان ها. رشتم هم اون پوتر بود، اون چوبه که روش راه میرفت. اینا همه برای من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من فکر میکردم مثلا یه پام قطع شد، اصلا پا نداشته باشم، اصلا ضعیف شم تو آخر عمرم معلول بشم و اینا، ولی خب از رفتم ژیمناست شده بودم و مسابقات قهرمان کشوری و داستان ها و تو فضای خودم بودم، تو مدرسم تو حیات مادر ژیمناستیک میکردم، یعنی که نه اصلا کاملا تنها بودم و کتابای خودم رو میخوندم، بر خودم کتاب داشتم، اما اون موقع بهم کتابای روسی و اینا میداد که ترجمه شده بود و جز روشن فکر رو حساب میمد و من کتاب خودم بشم و خیلی هم به فضا و ستارگاه و کتاب های راجع منظومه ها این داستان ها میخوندم و کتاب خودم و زنگ تفریح میخوندم.
بعد تو گزارش کاری که مدارس می نوشتن که همش می گفتن که این خیلی بچه گوشه‌گیره آداپت نمیشه و خیلی سخته فضای خودش رو کتاب خودش رو می خونه و اینا. رسیدیم به راهنمایی و وقت سال دوم راهنمایی طبعا اول سال بود که شروع کرده بودیم که دیگه باز دوباره منتقل شدیم این بار به شمال به لاهیجان فکر کنم، یعنی ما نشدیم پدرم و دیگه کم کم داستانه انقلاب اینا بودش دیگه، کم کم انقلاب داشت شد که یه دفعه در عرض 6 ماه انقلاب شد تو ایران، یعنی عجیب غریب بود که حالا اونم داستانه خودش رو داره و من نمیخوام که وارد این بخش از ماجرا بشم اصلا. وقتی که کوچیک بودم همون هنوز تو همدان بودیم تو راهنمایی و اینا، دفعه یه معلم خط خیلی خوبی داشتیم و این یه خورده اشعار خیامو به ما میگفتش که بنویسیم خط. من خب خطم مینوشتم اینا، خوب بود جالب بود برام این داستان، ولی بیشتر از همه اون شعرهای خیام خیلی برام جالب بود که ما از کجا میایم و به کجا میاییم، خیلی مفهوماش برام قابل تفکر و تعمق این داستان ها بود. و بعد فهمیدم که این ریاضیدان بود، یعنی معلممون گفتش که این آره نه تنها خطاط بود و یعنی چیز بود، شاعر بود که شاعر ریاضیدان و نجوم و ستاره شناس این داستان ها. واسه خودم بودم چطور ممکنه که یک، یعنی ریاضیات یه جوری هستش که باعث میشه که آدم یه همچین دیدی داشته باشه که بگه من از کجا میام و به کجا میرم، من نمیدونم از کجا میام و نمیدونم به کجا میرم، من فقط میدونم اینجا هستم. گفتم چیز جالبیه و خیلی علاقه من شده بودم به فلسفه خیلی زیاد، طوری که بعد میخواستیم انتخاب مثلا رشته و این داستان رو چی بخونیم و اینا، من به خانوادم گفتم که من میخوام فلسفه بخونم، فلسفه خیلی چیز خوبیه، خیلی علاقه من بودم ذاتن به فلسفه، که اونا در بس مخالفت کردن، گفتن اصلا فلسفه که اصلا معنی مفهوم نداره، فلسفه که یعنی هیچی، یعنی تو اصلا درس نمیخوای بخونی در واقع. بعد آخه من اینو دوست دارم، گفتم اون رو که میخوای بخونی اون مال چیزه، رشته ادبیات و ایناست، اون مال شاگرد تنبلاست، تو باید بری یا دکتر بشی یا مهندس، بین این دوتایی که رو انتخاب کن. ولی اون نه، چون ادبیات و اینا بچه میشه علوم انسانی تنبلا میرن، خلاصه اصلا نمیشه تو خانواده ما، ممکن نیست. خلاصه حالا هیچی دیگه، ما مونده بودیم. بعدم که اصلا فلسفه جا نافتاده بود تو ایران، تو ایران ما چیز داشتیم، ما عرفان داریم در ایران، عرفان خیلی زیاد داریم، خیلی اوقات عرفان و معنویات با فلسفه قاطی میکنن. حتی من اون موقع این شعور نداشتم که یعنی به این فهم نرسیده بودم، این درک نرسیده بودم، ولی همینطوری از فلسفه خوشم میمد. خلاصه چی دیگه، بعد بابام گفت خب تو دیگه مثلا اگه فلسفه نباشه چی دوست داری بشی؟ اگه فلسفه نباشه خب دوست دارم فضا نورد باشم. گفت فضا نورد که باید بری فیزیک بخونی و برای اینکه فیزیک بخونی و اینا باید بری مهندس بشی، پس تو بهتره بری مهندس بشی و الان که باید بین اون تجربه ریاضیات انتخاب بکنی، چون تو میخوای مهندس بشی باید بری ریاضیات انتخاب بکنی، رشته ریاضیات. منم حالا تا پیش از اون فکر نکردم ریاضیات برات راحت تر از اونای دیگه بود برای من ریاضیات، چون که چیز نداشت، مجبور نبودم برم بخونم، مثلا تاریخ و این داستانا متنفر بودم، بلکه میرفتم میخوندم، ولی ریاضیات مثل بازی بود. خب این باز راحت تر از اونای دیگه است اینا. گفتم باشه اوکی، من میام ریاضی فیزیک میخونم و اینا. گفتم آره ریاضی فیزیک، گفتم مثلا علوم تجربی که اصلا حرفشو نزنه، مثلا هر چی که چه میدونم پزشکی این داستان اصلا متنفر، اصلا فضای بیمارستان، اصلا اون لباسای سفید و اینا من دوست ندارم. حالا باز ریاضیات راحت تر، اوکی باشه من میام ریاضیات میخونم. و بعدم از اون طرف اون خیامم بود در واقع که ریاضی دان بود و اینا، که من گفتم خوشو خیام این شعرا رو گفته با این یه فیلسوف دیگه، ولی ریاضیدان بوده، پس یه داستانه هست تو ریاضیات که یه همچین فیلسوفی میتونه و هم ریاضیدان باشه هم شاعر باشه هم فلان باشه اینا، پس ریاضیات خیلی جالب تر از این حرف هست. کلاس دوم راهنمایی بودیم که مدارس دوباره باز شدن و یعنی ما یک سال رو اینجوری درس نخوندیم ولی قبول شدیم، امتحان اینا اصلا ندادیم همینجوری اونا.
من رفتم دوم راهنمایی بود و چیزی که مثل یک فلش بود تمام عمر من و باعث شدش که من علاقه پیدا بکنم به فیزیک اول و بعد بیشتر به ریاضیات، این بودش که ما درس تو فیزیک درس تفرق رو خونده بودیم، تفرق یاد داده بودن و من این داستان خیلی رو من اثر گذاشت. خیلی تعمق کردم تو این ماجرا که آخه یعنی چی؟ مگر این جسم، خب این یه جسم جامده، چطور میشه که وقتی نور از پشتش میاد این جسم جامدی که ما داریم میبینیم که ابعادش اینه فرمش عوض میشه و مثل درخت که نور از پشتش میتابه، خورشید پشتش هست، این درخت که پهناش یه جاهایی باریک میشه، اینجوری میشه. خب از اون جامد بودن اون کجا رفته؟ این نور آیا از اون بخش جامد این گذشته؟ این آیا خطای چشمه؟ خلاصه من تو همون داستان تفرق خودم موندم تا به امروز و به خودم گفتم که پس هیچ چیز مطلق نیست. پس الان هیچ الان یه جسم جامد من بیارم بذارم اینجا نور و خورشید اونور پشتش باشه، ما اینو دیگه با اون ابعاد با اون شکل و اینا نمیبینیم. پس من واقعا هیچ مطلقی وجود نداره، همه چیز نسبیه، جامدات هم میتونن تغییر بکنن. خیلی بیشتر از اون درسی کوتاهی بودش که یک بخش بود فقط تفرق و نور و تفرق که ما خونده بودیم و اون یک شروعی شد برای اینکه من دنیا رو جور دیگه ببینم. اینها خلاصه دیگه سوم راهنمایی هم تموم شد و من رفتم اول دبیرستان ریاضی فیزیک و تجربی با هم بودن، یادم نیست، آره اول دبیرستان با هم بودن. اول دبیرستان یه دفعه نمیدونم چه اتفاق افتاد، من بازم دانش آموز قابل قبولی شده بودم، فکر کنم به خاطر اینکه باید میرفتم انتخاب رشته میکردیم، باید میرفتیم بین ریاضیات و تجربی انتخاب میکردیم، من چون اصلا نمیخواستم برم تجربی و برای ریاضیات باید که نمراتمون بهتر میشد، من جای تکونی به خودم داده بودم که بتونم برم رشته ریاضی فیزیک، چون باید پروندهمون رو میذاشتیم و مثلا اونا قبول میکردن دیگه. توی دبیرستان فروغ رشت هم بود، 20 خورده شاگردم بیشتر نبود از تمام استان گیلان، اونجوری نبود تا هر مدرسه یه دونه مثلا محق داشته باشیم بریم ریاضی فیزیک بخونیم و اینا، تو تمام استان گیلان یک دونه کلاس بود. خلاصه من یه تکونی به خودم داده بودم اونجا چون نیاز داشتم، باید قبول می شدم و اینا، اونا هم به حال قبول کردم، قبول که شدم باز دوباره شدم همون شاگرد تنبله. خلاصه تنبله که نه، ولی خب درس خون نبودم، شاگرد درس خونی نبودم مگر اینکه امتحان باشه و مگر اینکه من ناپلئونی بودم، مدلم ناپلئونی، باید مثلا نمره رو بگیرم پاس کنم اینا. بعد خب حالا تو دبیرستانم مقدمات ریاضیات ما میخونیم، درسته اسمش از ریاضی فیزیک ولی نه ریاضیات نه فیزیک، مقدمات، یعنی باید اسمش رو عوض کنم، من نمیدونم چرا گذاشتن ریاضی فیزیک، اسمش باید عوض بشه، ربطی نداره، چیزی نمیتونیم واقعا از ریاضیات بفهمیم اونجا. حالا ما یه مقدار جبر رو نمیدونم فلان و این داستان ها و اینا رو خوندیم و هندسه و اینا و حالا دیپلم هم گرفتیم و من باید میرفتم دانشگاه دیگه، باید امتحان میدادیم. اونجا تازه 2 سال بودش که من تا دیپلمم رو گرفتم، سال فکر کنم 63 ایرانی میشد، تازه دانشگاه باز شده بودن، برای چند سالی دانشگاه بسته بودن و تمام این بدبختی که دانشجو بودن همه کار دیگه میکردن و بعد دوباره میرفتم، اصلا کنکورم نبود. در نتیجه ما وقتی اومدیم کنکور بدیم تمام اونایی که در از این چند سال پشت کنکور بودن همه رقیبای ما بودن و یک دفعه مثلا 2 میلیون نفر اومده بودن و امتحان داده بودن برای کنکور. سال دومی بودش که کنکور رو این داستان رو برگزار شده بود. دانشگاه آزادم تازه در اومده بود ولی
هنوز جای خودشو باز نکرده بود، یعنی همه سعی کردن برن دانشگاه سراسری، اونجا بخواستیم کنکور بدیم و منم خیلی ناامید بودم از وضع داستان ایران، از فضای مثلا اجتماعی که وجود داشت، این که باید به زور چارقت سرمون کردیم، تمام اینا یک افسردگی داشتم و اصلا نمیخواستم، یعنی بیفایده میدیدم که این دیدم که خب من که فضانورد نمیتونم بشم، نمیستم فلسفه بخونم، فضا نوردم نمیتونم بشم. اونی هم که بابام بهم گفته بود باید میرفتم شدم مهندس اتومکانیک، مهندس اتومکانیک هم نمیتونستم بشم تو ایران اون موقع، اونجا فقط برای پسرا میتونستم برم، بنابراین من هیچی نمیتونستم بشم، من هیچی هیچ فایده نداشت برای من این کنکور. خلاصه کنکور مرحله اول رو امتحان دادیم و خب مرحله اول تستی بود و من رتبه خوبی آوردم، به خاطر اینکه نمیدونم به خاطر چی، به هر حال همینجوری رتبه خوبی آورده بودم. مرحله دوم می نوشتیم و اینا، من گفته بودم اصلا فایده نداره من برم امتحان بدم، به خاطر اینکه آینده ای برای من وجود نداره، اون چیزی که من میخوام هیچ کدومش رو نمیتونم اینجا چیز کنم. من دوست همکلاسی خیلی خوبی داشتم که اسمش منیژه است، الانم آمریکاست. منیژه و برادرش خیلی هم به من علاقه داشتن هر دوی اینها. اینا اومدن صبح روز امتحان شفایی چیز همین کنکور محل دوم اومدن، من خوابیده بودم مثلا تختم بیام پایین، نزدیک خونه‌مون بودن، اینا اومدن به زور خونه من و به زور من رو لباس پوشوندن که برم امتحان بدم. گفتم حالا حتی تو اگه نمیخوای هیچی بشی بیا برو امتحان رو بده دیگه، ببین حالا چی میشی، حالا ممکنه هیچی نشی ولی برای خودت این کارتو نسته اومد تا آخرشم برو. خلاصه هیچی دیگه، منم دیگه به زور و بلا و اینا پشتم، هیچم آماده نکرده بودم خودم، هیچی رفتیم امتحان دادم و محل دومم بعد معمولی بود، خیلی معمولی، محل اول بهتر داده بودم. بعد خواستیم، یادم نمیاد که کی باید تعیین رشته میکردیم، بعدش بود یا قبلش بود اصلا یادم نمیاد، تعیین رشتم که خب من چون به تبونوی که من میخواستم رو هیچ کدومو نمیتونستم، گفتم به بابام، گفتم تو بیا تعیین رشته کن. پدرم هم چون که خودش دوست داشت انتخاب رشته کرد. بعد یه دفعه من قبول شدم مثلا ریاضیات یادم قبول شدم، گفتم خب قبول شدم اینو، گفتم خب پس ریاضیات خوبه، خب چیز دیگه قبول نشدم. خلاصه اینجوری شدش که من رفتم ریاضیات. شرایط ایران هم اون موقع تو جنگ بود، ما تو جنگ بودیم، جنگ 8 ساله ایران و عراق، و خب خیلی بد بود دیگه، مدام کشته می آوردن، فضای درد و فضای افسردگی عمومی جامعه رو گرفته بود و عزادار بودن، تمام جامعه عزادار. بعد من رفتم چند جا بودم، باید نورو تو اونجایی که انتخاب شده بودم باید انتخاب میکردم یه همچیزی، من رفتم به خاطر که خود از خانوادم دور بشم، چون همیشه جوانا وقتی به سنه، حتی من اون موقع 17 سالم بود، هنوز 18 سالم نشده بود چون یه خود زودتر رفتم مدرسه، هنوز 17 سالم بود، ولی جوانا همه دوست دارن که برن خارج بشن از فضای خانواده، که خودشونو بسنجن و مهد بزنن و این داستانا. من به پدرم گفتم پس حالا اینطوره، من میخوام دورترین نقطه‌ای که ممکنه باشم از شما. بعد خرم آباد خیلی برام جالب بود، برای اینکه خرم آباد نزدیک مرز بود، من گفتم اینجوری بود یه تیر دوتا نشون میزنم، هم از خانوادم میرم اینا دیگه دست از سر من بر نمیتونم، خب حالا ریاضیات حالا پیش کارش کرد، ریاضیات میخونم و همین که میرم ببینم جبهه چه خبره، اصلا جنگ اونجاست نزدیکه، برم ببینم اونجا چه خبره. خیلی برام جالب بود که میدم اونجا همش تو قرمزه و همش نه فلان و اینا، هیجان انگیز شده بود داستان و من نیاز به این هیجانات داشتم، یعنی واقعا نمیتونستم یک زندگی مونوتون و روزمره رو داشته، برام خیلی تو دپرسیون میافتم وقتی که خیلی همه چی روزمره میشه با روزمرگی. خلاصه اینجوری بودش که من رفتم اونجا دیگه، حالا اونجا هم داستان خودشو داشت، نمیخوام وارد جزئیات بشم به خاطر اینکه یه مقدار شخصی شد بشه، ولی همسر اول من، چون من دوباره ازدواج کردم دوباره طلاق گرفتم،
اینا رو هم بگم که همه رو گفته باشم. همسر اول من در واقع استاد ریاضیاتم بود اونجا، حالا دیگه من میخوام وارد بخش داستانهای عشقش بشم، ولی حالا اونجا بودم و حالا درس میخوندیم و اینا، و حالا بعد مدتی دوباره من از اونجا به همین دلایل این مسائلی که باز خانواده اومدن دخالت کردم و گفتن که اینجوری نمیشه، خوب نیست اینا، برگه بیا همون رشت، پدرم واسطه شد و خلاص انتقالی منو گرفته بود برای دانشگاه رشت، چون آورده بودم چیزش رو، امتیازش رو داشتم و میتونستم از من اولم میتونستم رشت رو انتخاب بکنم. خلاص اومدم دانشگاه رشت، ولی یک سال و نیم در خرم‌آباد بودم. به حال اون چیزی که توی اون سالهایی که به حال من ریاضیات حالا یه مقداری بیشتر باش آشنا داشتم می شدم اینها، چون تا پیش از این مقدمات بود، شروع کردم به اینکه یک مقداری مفاهیم ریاضیات رو بهش معنی دادن تو جامعه بر خودم، بر شخص خودم، که اینجوری برام خیلی جالب و جذاب شده بود. و بعد مثلا میگفتم آره مثلا خیام که میگه که من دارم از کجا میام و به کجا میرم، خب راست میگه، کی میدونه که به علاوه بی نهایت و منهای بی نهایت سر و تش آخرش چیه؟ خب این داشته اون موقع اینو میگفته دیگه، واقعا هم همینطوره، منم چه میدونم از کجا منم و کجا دارم میام، برای اینکه من دارم از یک بی نهایت خیلی خیلی دور میام که دارم به یک بی نهایت خیلی خیلی دور میرم، ولی هیچ کدوم دوتا رو نمیدونم، برای من هنوز مفهوم نیست، فقط باید بدونم که اینا خیلی دورن، نامفهومه، یک نامفهوم ریاضیاته، یک نامفهومیه که با این نامفهوم اگر بدونی که مفهوم نیست میتونی مسائل تو حل کنی، ولی اگر ندونی که اینها مفهوم نیستن تو نمیتونی مسائل تو حل کنی. اگر که به بی‌نهایت حد بدی و برای خودت معنی بدی به بی‌نهایت، بگی تا اینجاست، یک سری مسائلتون حل نمیشن، یعنی یک سری مسائل رو باید بدونیم که اینها مفهوم نیست، یک سری مسائل رو باید دانسته فرض بکنیم، باید زیربنا رو از یک جایی بگذاریم، یعنی باید بگیم که مثلا در یک رابطه، رابطه هر چی باشه، هر نوع رابطه، شما وقتی که وارد یک رابطه دو نفره یا دو کشوره یا نمیدونم دو تا چه میدونم دو بین ما بین ما بین دو تا شهر رو اینا میشین، تو هر رابطه ای از یه جا باید ما اعتماد بکنیم. شما هیچ کس به شما به طور مطلق نمیتونه بگه که این رابطه یک رابطه هستش که برای شما ارزشمنده و شما رو باعث پیشرفت شما میشه و به نفع شماست. شما میبایستی که از یک جای اعتماد بکنید. این اعتماد یعنی چی؟ اعتماد یعنی این که از یه جایی ما نقطه رو که نامفهومه میگیم خیلی خوب باشه، نامفهوم هست ولی قبول دارم، قبولش میکنم، از نقطه شروع میکنم. اگر که بخوایم بیش از حد وارد این بشیم که حالا تعریف نداره نقطه، اون موقع میگفتن که اثر نمیدونم خودکار رو فلان، اینم که اصلا واقعا یه چیزی مزخرفیه، برای اینکه اثر خودکار بزرگ باشه، کوچیک باشه، ماژیک باشه، با هم فرق میکنه، خودش اختلافی زمین تا آسمونه. و بعد مثلا میان خط رو از رو نقطه تعریف میکنن، که بعد نقطه حالا تعریف نشده، اون وقت سفر رو از رو خط تعریف میکنن، فضا رو از رو چیز، اون اصل داستان رو ما نفهمیدیم چیه. خب آره همینه، اصل اون داستانی که ما نفهمیدیم اون اعتماده است که از یه جایی تمام ارتباطات بر اساس اون شکل میگیرن، و این دیگه برمیگرده به اینکه شما خودتون شخصا چه تصمیم میگرفتید، آیا میخواید که بر اساس اعتماد از جه به بعد پیش برید یا نه. ولی داریم میبینیم که نتیجه میده، تو ریاضیات نتیجه میده، برای اینکه وقتی که اومدیم یه سری فرضیاتو گذاشتیم و رفتیم مثلا اونو حل کردیم به پاسخ رسیدیم. در زندگی اجتماعی هم نتیجه میده، برای اینکه تمام یه سری ارتباطات بسیار بزرگ در دنیا اینها بر اساس اعتماد پایگذاری شده و به نتیجه رسیده. خب بعد دیگه این میمونه که کجا بذاریم متغیرمونو، کجای کدوم ور دلمون بذاریم. به حال من دیدم به ریاضیاتی که میخوندم اینجوری شد، اینجوری بازی بازی میکردم باهاش و بر من قابل تحمل و خیلی هم دلنشین بود. اینجور در واقع فلسفه ریاضیات بود،
کاملا فلسفی، اون چیزی که من خودم دوست داشتم و میخواستم و میگفتن که نمیشه، مال بچه تنبلاست. و اینکه بعد حالا به هر حال هرچی که بود اومدم خوندم و اومدم به فرانسه با پیش ثبت نام دانشگاه اورسی برای دو او در رشته ریاضیات. از ریاضیات این فلسفه رو برای خودم ساخته بودم. بعد تو فاصله هم خب نقاشی میکردم، از بچه بودم خب خیلی نقاشی بر خودم میکردم. اینو که وقتی حوصلم تو کلاس سر میرفت، حتی توی وقتی ریاضیات میخوندم تو دبیرستان پورتری معلمامونو میکشتم. بعد اینو میدونستن که من اینو رو میکشم، حالا درس میدادن فلان و اینا، آخر کلاس میمدن یواشکی با میستم میرم من چجوری کشیدم. یادمه که دبیر فیزیکی داشتیم و این میدونست که من این کارو میکنم، میرفت اینجوری دور میزد از اون پشت و میزد یه جوری که من نفهمم، میخواست ببینه من چطور کشتم، خوب کشتم یا بد کشتم. بعدم هیچی نمیگو بس همون رو دوباره برمیگشت میرفت. یا خیلی از دبیرهای دیگر رو دوست داشتم بکشم. وقتی هم که وارد دانشگاه شدم، وقتی که این موضوع تفرق رو میگم، این خیلی رو من اثر گذاشت. متوجه شدم که خط رو به خاطر اینکه بهش جون بدی، به خاطر اینکه زندگی داشته باشه، نمیتونه یک نواخته باشه. به خاطر اینکه نور هست، به خاطر اینکه انرژی دیگه هست، به خاطر اینکه باد هست، به خاطر اینکه این انرژی روش اثر میذارم. مثلا یه درخت نمیتونه همجور راست صاف باشه، به واسطه یه همین نور و انرژی ها و اثرات چه که در پیرامونش میگذره، این در واقع چیزش زخامتش کم و زیاد میشه. و اینو توی خودم گفتم که خب من الان میخوام نقاشی کنم، ولی میخوام نقاشی رو اون جوری که دنیا رو تو ریاضیات فهمیدم اون جوری میخوام نقاشی کنم، و نمیخوام که اون جوری که یک عکاس میکشه یا مثلا یک نقاشی کلاسیک میکشه اون جوری نمیخوام. مدت کوتاهی دوره نقاشی دیدم پیش آقای سیاوش یحیی‌زاده که واقعا یادش بخیر و بسیار به من کمک کرد، به خاطر اینکه انقدر این معلم خوبی بود و انقدر توانا که به من 2 ماه من پیشش دوره دیدم و بعد به من گفت ببین تو دیگه برو، برای اینکه بیشتر از این اگر اینجا بمونی ممکنه که بری توی قالب و الان میتونی خودت بری و پرواز کنی و مقید نکرده منو اصلا که بخوام بمونم و یک سری مدل های تکراری روزمره رو بکشم، چون خب من به حال یه سری ساختارهای اولیه و آکادمیک رو یاد گرفته بودم، پرسپکتیو رو، حجم دادن رو، کار با سیاه قلم و اینا رو خب به حال یاد گرفته، زیربنا رو یاد گرفته در نظر آکادمیک. ولی بعد از اون اینکه تو سبک خودتو چجوری دنیا رو چطور ببینی، که من خواستم دنیا خودم رو اونجوری که من فهمیده بودم تو ریاضیات میخواستم اونجوری بکشم و به خودم گفتم مثلا من این کارو برای خودم میکنم، من این نقاشی رو برای خودم میکنم، من خواهم ببینم که نظر با دانش بر این که این نیروها و همه اینو وجود داره چطور میشه که یک در واقع منظره رو کشید. و با توجه بر این شروع کردم نقاشی خودم رو با همون سبک خودم کشیدن. تو فرانسه که بودم اولش شروع کردم، خب خیلی زنای برهنه رو میکشیدم، زنای برهنه که حامله بودن و این حامله بودن برای من زندگی بود، برای من همون بی‌نهایت بود، برای من این بودش که یک زن، حالا میتونه مرد باشه، زن رو سمبولیک گرفته بودم، فقط زن نبودن، خیلی داستان داشت پشت اینها و اونها خیلی مورد توجه قرار گرفت. و خصوص اون تابلو ریتم رو کش کشته بودم، زنان حاملهی که میمدن از حالت خواب بلند میشدن و میرفتن و پرواز میکردن، همون از منهای بینهایت تا بلاوی بینهایت بود که در ابعاد متفاوت شکل داشت، هم از به صورت در واقع تو سبودی طول عرض و ارتفاع، هم در عمق اون زنها که در واقع یک تولدی داشت ایجاد می شد که این تولد نمیدیم از کجا می اومد و چی می شد این انسانها، برای من داستانهای بی نهایت بود. و حد مثلا حد تو ریاضیات هم می گفتیم که حد به فلان چیز نزدیک می شود،
گفتم که چقدر ریاضیات قشنگه، چقدر پویتیکه، چقدر شاعرانه است، چقدر شعورش بالاست. تو خود حتی حدم میگه به اون داستان داره نزدیک میشه ولی خودش نمیشه، و من خیلی از این استفاده کردم توی کار نقاشیام. به همین دلیل اشیایی که میکشم اینها مرزاشون مشخص نیست، باید فاصله گرفت از تابلو یک مقداری تا فهمید که در چه فضایی من دارم صحبت میکنم. آیا این فضایی فضای جنگله؟ آیا این فضا بیشترم جنگله، بیشترم طبیعته؟ این فضا چی هست؟ یعنی اون بیننده هستش که فکرش میره به اونجا که برای خودش مفهوم سازی کنه، و اون مفهوم سازی که اون میکنه با اون نقطه عطفی که من ازش شروع کردم و داستان خودم تعریف کردم متفاوته. یه دفعه من یه نمایشگاه داشتم و توی همین پاریس، جز اولی نمایشگاه هم بود، سال خود و سال پیش، مثلا 30 سال پیش، و یه سر رو که چشم و ابروش اینا معلوم نبود کجاست، تو هم بود و خیلی حد نداشت، مثلا یه شکل گرد اینجوری که سر رو نشون میده، سر یه آدم کشته بودم با یه فضای آبستره. بعد یه خانومی اومد خیلی علاقه‌مند شد به این تابلو و اینا، گفت وای این تابلو چقدر اینجا، وای من این پوتینی که شما کشیدین منو یاد فلان داستان میندازه، تو شله بنام هر هی تابلو ما رو نپوری. گفتم ببخشید من اصلا پوتین نکشتم تو این، گفت مگه میشه شما پوتین تو این داستان نباشه؟ نگاه کنید اینا، این سر پوتین، این تای پوتین، این پاشنه کفش، این بالاش، این نه فلان. خلاصه گفتم من چیز نبود، این هدفم اون نبود پوتین تو این باشه، ولی من یه کله کشیدم. حالا شما تیم پوتین میبینی؟ گفتم اصلا پوتینی اصلا تو حرف چیز دیگر نزن، من فقط میخوام تابلو رو بخرم به خاطر هم پوتینی که توشه. خلاصه خب اون موقع هم اوایل کار من بود و تابلو قیمتی هم به اون صورت نداشت اصلا، و خب به هر حال ایشون اون تابلو رو خرید به خاطر پوتینی که توش میدید. و من اونجا باز اینو فهمیدم، گفتم که خب اون نقطه عطفی که من ازش شروع میکنم یه داستان دارم تعریف میکنم با اون چی که اونای دیگه دارن میبینن متفاوته، اونا مفهومای اونا مفهومای دیگه است. خب من نباید جلو اینو بگیرم، این در واقع رول منه، این کار منه، مسئولیت منه که من بیام بخشی از این ماجرا رو نشون بدم، اینه که ماجرا کجا شروع شده، به کجا داره میره، تو چه چیزایی هستن، اینو اون بیننده است که میبینه. اینطوری نبودش که ما فکر کنیم که اینها رو که تو ریاضیات میخوندیم حد و بی نهایت و نقطه عطف و این مفاهیم، اینا باعث شد که مثلا زندگی من از این رو به اون رو بشه. یعنی اینها باعث شد که من دیدگاهم عوض بشه. من فکر کنم دیدگاهم عوض نشد، این مفاهیم در واقع شکل دادن به دیدگاه من. یک موجودیتی بود، یعنی یک چیزی وجود داشت، یک فلسفه پشت این داستان بود که تو خود شاید موجود من بود و من فکر توش وجود داشت و اینا مطابقت داشتن با دیدگاه من. آره اینا با دیدگاه من کاملا مطابقت داشتن و باعث می شدن که من احساس امنیت بکنم، به من امنیت می دادن. چرا؟ چون از نظر علمی قابل اثبات بودن، قابل اثبات می شدن، و این اون اعتماد به نفس رو به من می داد که من برم جلو. بنابراین ریاضیات بسیار بسیار به من کمک کرد در زندگی هنریم و در کریر نقش داشت در این که من بخوام به عنوان نقاش، چون که بعدها متوجه شدم که وقتی که منتقدین هنری میمدن و حالا با اون تابلوهایی که به حال مفاهیم بی نهایت رو نشون میداد و حد رو، منتقدین هنری چند تاشون شروع کردن که مقاله نوشتن و اینا،
میرفتن میدیدن که من تحصیلاتم در چه ریاضیات بوده و هیچ تحصیلاتی در زمینه نقاشی و هنر نداشتم و در واقع یک نقاش اتودیدکت به حساب میام و این باعث شده بودش که خیلی بیشتر علاقه مند بشن، چون از اون فرم کلاسیک میمد بیرون، از اون فرم کلاسیکی که خب مثلا همه اینجا میرفتن بوزاق میخوندن، هنر زیبا میخوندن و بعد میرفتن نقاش میشدن، از اون اومد بیرون و این براشون خیلی جالب بود، باعث شده بودش که به چند باره علاقه مند بشن. میبایستی که از سن کم بچه ها تأثیرات ریاضیات رو در جامعه ببینن، یعنی فلسفه ریاضیات رو من نباید بیام تو دانشگاه بخونم، این دیدگاه نسبت به ریاضیات باید درش به طرف به روی بچه ها باز بشه، چون بهشون اطمینان میده، اون اتفاقی که بعد من افتاد اعتماد به نفس بهشون میده، چون باعث میشه که اونها بیان برای خودشون یک فلسفه برای خودشون درست بکنن و این فلسفه با زیربنا باشه، یعنی من نرم فقط تو معنویات و بگم که من یک آدم معنوی هستم، من الان میرم پابرهنه، اگه نمیدونید که چه کاره میکنم، میرم تمام اونجا رو پیاده رو میرم تو کوه، کمر رو اینور اونور میزنم، ساعت ها همینجور چارزانو میشینم و عبادت میکنم و خلاصه خیلی از این کارهای معنویات بلدم، اینا خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی از یه به بعد میبایستی که از دیدگاه من شخصا من میبایستی که پای آدم رو زمین باشه. فلسفه ریاضیات برای من در واقع اون نقطه تماس ما بین پا و زمینه و میگه که تو رو زمینی، خوبه، تو نقطه اتکا داری. بخوام باز دوباره برگردم به این موضوع نور که خیلی حضور داره توی تابلوی من، خیلی زیاد حضور داره. نورم یه چیزی بودش که من بعد از اون کلاس دوم راهنمایی که با موضوع تفرق آشنا شده بودیم، کار من این بودش که میرفتم همه چشامو اینجوری ریز میکردم، کمی نور رو کم میکردم، بازی بازی میکردم که ببینم حالا مثلا من چه میدونم اون لامپو چجوری میبینم، اون آباژور رو چجوری میبینم، اگه نور کم بشه زیاد بشه، و سعی میکردم این رو تجربه کنم، مسئله تفرق و ابسکسیون رو. خیلی خیلی اثر گذاشته بود رو من، خیلی زیاد، تا به امروز اثر گذاشته، هنوز که هنوز این کارو میکنم. و بعد دیدم که متوجه شدم که در واقع به عنوان یک، اگه بخوام به عنوان یک نقاش نگاه کنم که کار استتیک میکنه، ما میتونیم یک دیدگاه داشته باشیم، یک برداشت داریم، یک دیدگاه از بینهایت، دیدگاهی که میتونیم نسبت به یک شی داشته باشیم. حالا اون دیدگاه خود ما هم، شخص ما، میتونه عوض بشه. چرا میتونه عوض بشه؟ به این دلیل که یک متغیرهایی وجود دارن پیرامون اون شی و اون متغیرها میتونن عوض بشن، مدام در حال عوض شدنن. یکی از اون متغیرها نور هست مثلا. شما اگر که یک شی خاص رو ببینید، یه گلدون، یه نمیدونم یه بطری آب، یه حالا هر چی، بنا به اینکه این نور چجوری بهش بتابه و از چه زاویه بهش بتابه، برداشتتون نسبت به این شی عوض میشه. اگر که نور اصلا نباشه، اصلا نور نباشه، خب ما هیچی نمیبینیم، هیچی نیست. اگر که نور فقط نور باشه، بازم هیچی نمیبینیم، در واقع دچار کورچشمی میشیم و هیچی نمیبینیم، چون نور انقدر زیاده هیچی نمیبینیم. بنابراین اگر ما یه چیزی میبینیم، اگر یک برداشتی داریم از نظر فیزیکی نسبت به یک شیء فیزیکی، این نسبت نوری هستش که به این شیء میتابه. بنا به نسبت نور و زاویه نور ما میتونیم یک برداشت نسبی داشته باشیم نسبت به اون شی، یعنی من نوعی میتونم که یه همچین برداشت داشته باشم. حالا مثلا برداشت نوعی تو X Y متفاوته، بنابراین میتونیم بی نهایت برداشت داشته باشیم نسبت به یک شی خاص. یک من یه مطالعاتی انجام دادم در این زمینه که خیلی هم موفق بوده، که اول اسمش بود نقطه دید و متغیرها. اینو من تقریبا 20 سال هستش که روش مطالعه کردم، نقطه دید و متغیرها.
و یک سری تمریناتی رو برای این نوشتم خودم و میمدم این رو به عنوان استاج دوره این رو نشون میدادم به صورت رایگان به مردم که فقط ببینن که چقدر دیدگاه های اینا میتونه متفاوت باشه و برای بالا بردن تولرانس انعطاف پذیری در جامعه. چون اگر ما بپذیریم که من مثلا دارم یک گلدون رو نگاه میکنم، الان روزه، در فلان ساعت روزه، من در نور روز میام یک گلدون رو میبرم رو بالکن تو نور روز نگاه میکنم و این یه جوره، حالا من همون گلدون رو ور میدارم میارم تو اتاقم با نور کمتر میبینم، این باز قیافش عوض میشه یه جور دیگه، حالا گلدون رو میچرخونم پشت گلدون رو میبینم ای این وری نیده بودم، حالا این ور باز یه جور دیگه است، از اون زاویه باز یه جور دیگه است، حالا شب میشه کاملا، من مجبورم گلدون رو با یه چراغ روشن کنم، بستگی داره این چراغ چه جوری باشه، اگه از اون چراغی باشه که همه جا رو روشن میکنن خب من باز اینو یه جور میبینم، حالا اگه یه چراغی باشه که این نور از یک زاویه بده به این چیز به این گلدون، خب من واقعا اینو دیگه یه جور دیگه ای میبینم، اینا متفاوت میبینم، پس بنابراین خود من میتونه دیدگاه هم نسبت به یک شی بی نهایت بار عوض بشه. خب منی که میام خودم رو در برابر خودم انعطاف پذیرم در برابر اینی که من دیدگاهام فرق میکنه رو فهمیدم که چرا فرق میکنه، خیلی خوب فرق میکنه برای که من این رو دیدم، برای که اصلا امروز حالم خوب نبوده، اصلا مریض بودم، اونم یه متغیره دیگه بهش اضافه شده، اصلا چشام نستم باز کنم، برای من یه جور دیگه دیدم اینا. اینه که من بپذیرم، ببینم، مشاهده بکنم که چقدر دیدگاه خود من میتونه متفاوت بشه نسبت به یک شیء خاص، این باعث میشه که انعطاف پذیری در جامعه بره بالا، برای اینکه آدم های دیگر هم میتونم بفهمم که اونها دارن از یک زاویه دید دیگه و با یک سری داده های دیگه و با متغیرهای دیگه دارن به همین موضوع مشترک نگاه میکنن. حالا این از نظر فیزیکی، حتی از نظر معنوی هم همینطوره، از نظر معنوی این بیشتر برمیگرده به خاطرات ما، به گذشته هامون، به اونچه که ما تجربه کردیم، به اونچه که پشت سر گذاشتیم، به اونچه که یاد گرفتیم، به همه اینا، بنابراین یک سری متغیرات دیگه هم از نظر معنوی به این داستان اضافه میشن. اینه که دیدگاه های ما میتونه متفاوت باشه. و بعد اومدم این دوره ها رو اسمش عوض کردم، چون دم خب خیلی طرفدار پیدا کرد اینجا توی یک موزه به مدت دو سال من این رو به صورت رایگان این دوره ها رو آموزش میدادم برای هر سن بود. البته یک سری تمریناتی هستش که تمریناتش رو خودم نوشتم، 8 تمرینه که اینا ثبت شدن به اسم من و خب اینا آموزش داده میشه و واقعا تأثیر گذاره، خیلی اثر گذاره. من امیدوار هستم یه روز ما بتونیم این کار رو مثلا برای جامعه خودمون تو ایران هم پیاده بکنیم. بعد که دیدم که اینجوری شد اسمشو عوض کردم، گفتم خب نقطه دید متغیر رو زیاد نمیفهمم، وقتی اینو هی بهشون میگم میگم او نقطه دید و متغیر چیز سختی دارم میگن اینا، خلاصه اسمش گذاشتم هنر و انعطاف پذیری، ولی زیربناش بر اساس مفاهیمی هستش که من در ریاضیات بهش رسیدم با در واقع پرداخت در واقع هنری و با یک زیربنای ریاضیات، ابزار ریاضیات، استفاده از ابزار ریاضیات و فلسفه ریاضیات و با بکارگیری از هنر. البته هیچ نوع زیربنای هنری نیاز نداره برای این کار، هر کسی میتونه وارد این داستان بشه و یاد بگیره و به هر حال تلاش خودشو بکنه. تو برنامه اون انتقالی که از ریاضی به هنر داشتی، خب تو ریاضی تو ایران که دیدی تو اصلا مدرسه میری با ریاضیات تعریف میشی، مثلا وقتی میری اسم تو یه جا بنویسی میگی ریاضیاتت چند شده، نمیگی اصلا تو نقاشی بلدی، اصلا آدمی هیچی. خب و این در واقع چون من خیلی از آدم ها رو میشناسم که وقتی میخوان یه همچین انتقالی داشته باشن حتی در سطح بالاتر سخته براشون، مثل اینکه در واقع آدمیتشون داره زیر سوال میره. نداشته این تجربه رو، یعنی این کلنجا رو با خودت به هر حال تو داشتی رفتی اونجا که ریاضی بخونی، بعد یهو در واقع فکر کنم جدا شدی از یه جایی دیگه از دانشگاه و در واقع اون مسیر تموم کردن ریاضی و
من توی از توی دو آ که رفتم دیگه اونو ادامه ندادم، یعنی تو فرض بر ادامه تحصیل که اومدم برای فوق لیسانس دیگه اونو تموم نکردم، اونو ادامه ندادم. حالا سوال اینه جانی که این راحت از لحاظ ذهنی در واقع به هر حال تو آره ببینید به حساب نمیاد، مثلا یه معلولیت به حساب نمیاد که من مثلا ریاضیات به این جالبی رو که مثلا چیز کردم باشم که رفتم مثلا نقاشی. آره الان میگم، آره این که اتفاقا پرسش خیلی جالبیه و این یه ایرونی میتونه این پرسش رو داشته باشه، فقط یه ایرونی میتونه بپرسه که آیا حالا فقط نه، ممکنه هندی هم بتونه، ممکنه چینی هم بتونه، کشورهایی که تحصیلات آکادمیک خیلی براشون مهمه میتونه، ولی فرانسوی این پرسش رو ازت نمیکنه. من اگه تو ایران بودم مرده بودم، برای اینکه پرسش هایی که مردم که میشه رو نقاشی که شغل نیست، اصلا فلسفه رو اونا میگن شغل نیست، چه برسه مثلا نقاشی دیگه. شانسی که آوردم این بود که من در فضای قرار گرفتم که تونستم این مانور رو بدم، در فضای قرار گرفتم که اعتبار چندگانه به هم داده شد، بنابراین من نمیتونم تجربه تو ایران رو بگم. مثلا وقتی که از ایران اومدم اینجا قرار بود برم تا دکتر ریاضیات، خانواده‌ام خیلی چیز شده بودن که تو چرا حالا ادامه ندی، فلان نکردی، الی بری واقعا دکتر میشدی دیگه فلان، خب مهم بود دیگه. بعد باز چند تا چیز فرصت دیگه برام بودش که میتونستم به راحتی برم مثلا تو رشته دیگه و اینا برای دکترا، و خب نکردم، این کارو نکردم برای اینکه در واقع جامعه اینجا در کرده بود، فهمیده بود، من تو جامعه بودم که میفهمیدن. یا مثلا خود بزاق دانشگاه هنرهای زیبا اینا انتخاب میکنن، درصد خیلی کسایی که تو بزاق انتخاب میشن اوف، اونا خودشون کمتر از دکتر و مهندس ما ایرونی ها نیستن اگر بیشتر نباشن و اینا، یا حتی رشته دیگه، یعنی هر چیز در جای خودش قرار گرفته. این خیلی چیز خوبیه که بدونیم، چون ما این فرهنگ رو نداریم، من اون موقع نداشتم تو ایران، الان متوجه شدیم که خب الان که بعد این همه دیگه، در واقع من بیشتر عمرم رو اینجا بودم، در فرانسه بودم و کمتر در ایران. در ایران دوران کودکیم خب یادم میاد و بعد اون سالایی که جنگ و اینا تا قبل از که بیام اینجا، چون تقریبا 35 34 ساله که من در فرانسه هستم، اینه که نه این مشکل اینجا نداشتم. خب مشکل با خانوادم داشتم که میگفتن ای حیف 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 نیستم، چی حیف حیف خود منم حیف منم که نخوام اون راهی رو که دوست دارم بهش برم بهش بپردازم. تو الان داری در واقع از ریاضی شیفت میکنی یا در واقع رفتی اونجا ریاضی بخونی بعد در واقع میری به سمت نقاشی، تو جایی که من فکر کنم که تو خود مرکز پاریس به اندازه درخت های خیابون ولیعصر نقاش داره، یعنی اگه کمتر نباشه بیشتر نباشه کمتر نیست. خب این یه شجاعت واقعا میخواد، یعنی تو آکادمی که میری جلو، خب میگیم درس هم میخونم حالا یا معلم میشم یا اپلای میکنم جاهای مختلف دیگه، اینجا بس اپلای کردن اینجا نیست، در واقع اون شجاعت تو این داستان، به خصوص من وقتی برمیگردم به اون شکستن پا دوران بچگی، در واقع این شجاعت فوری نبوده، میدونی نیاز به یه زمانی داره. آره من چیزه وقتی که اون موقع که اولا به مرگم وقتا دانشجو ریاضیات بودم، همه به من میگفتن که تو خب تعداد دخترها کم بود دیگه تو اون موقع، الان نه برعکس شده، الان دخترها بیشتره، ایرانو نمیدونم ولی اینجا دخترها خیلی بیشتره، موقع خیلی کم بود، ما دو سه تا دختر بودیم بقیه همه پسر بودن، از رشته های پسرونه بودن مثلا اون موقع. بعد توی دخترام خب همشون درس خون بودن فلان بودن اینا، به من همه میگن تو اصلا تو دانشجوی هستی ریاضی ها اصلا بهت نمیاد، میگفتم خب از چی بمیاد، بمیاد دانشجوی هنر باشی یا بعد دانشجوی هنر میخوره. بعد خلاصه اینجا که اومده بودم شروع کردم نقاش و این داستان ها، خب من خیلی سخت کار کردم، خیلی سخت کار کردم، چون فکر نکنید که
چون هنر نقاشی فلان اینطور اونطور همش الان آره الان خیلی باحاله، مردم میان میبینن میخرن، قیمت داره، خیلی احترام میذارن فلان کنن. ولی من به خاطر اینکه بتونم خودم نشون بدم سخت باید چیز یاد میگرفتم، هرچند یک زیربنایی داشتم اومده بودم و اینها. مثلا من به مدت 6 سال هر روز در میدون نقاشای ممخت، در ممخت فارس که میشه که هر کی میاد پاریس معمولا میره اونجا، 6 سال شبانه روزی اونجا، اونم 30 سال پیش، 27-28 سال پیش، یعنی از اونجا کار میکردم و تنها زنی بودم که اون موقع ها الان نران چیز و بعدم که دار و دستای خودشون نبود و راه باز کرده بودم به اونجا و پورتره میکشیدم و این داستان ها. یعنی 6 سال من هر روز هزاران پورتره کشتم تو این فاصله و کار کردم چیز یاد گرفتم. اینو میدونستم که باید همش چیز یاد بگیرم، اینو میدونستم که تا زمانی که دارم چیز یاد میگیرم میتونم به حال پیشرفت کنم و من باید هر روز یه چیز جدید، هنوزم همونطوره، روزی نیستش که یه چیز جدید یاد نگیرم. و اوایل که خب تابلو میکشتم اینا، اصلا من خجالت میکشتم که اینا رو بیارم بیرون، اونا پورتره بود، خب پورتره رو میکشیدیم و میفروختیم و اینا. بعد تابلوهامو که شروع کردم کشتن اون اوایل تازه که اومدم اینجا، یه سری تابلو داشتم که برده بودم به یک گالری که نشون بدم، چند تا تابلو اینا رو یک دوتاشو گرفته بود و بعدم فروخته بود و اینا، تابلو بودن که چیز خاصی نبودن، نقاشی بودن دیگه. بعد که شروع کردم از خودم در واقع ایده بدم و خلق بکنم کارو، خجالت میکشتم که اینا رو اصلا بیارم بیرون نشون بدم یکی بخواد ببینه. اول شروع میکردیم چون اونجا خب آرتیست ها با هم بودیم، اون فضا اون موقع خیلی جالب بود، آرتیست ها حتی مثلا پیکاسو هم خونش اون برتر بود، دالی مثلا اونا، حتی من مال دوران اونا نبودم ولی فضاهای اونا دوروبر ما بودن و اینا، آرتیست بزرگ رو میدیدیم دوروبرمون. خب من اول به اونا نشون دادم، میرفتیم به آتلیه های همدیگه میرفتیم و میدیدیم و اینا، بعد اینا میدیدن و مثلا میمدن نظرشون رو دادن که آره خب مثلا وقت میدم که نه آرتیست خیلی حسابی دارن تعریف میکنن خب اینا. بعد کم کم شروع کردم یک نمایشگاه اولی گذاشتن که اول نمایشگاهم تو پاریس و نه اولش تو خیابونه چیز بود توی یادم نفس میشه یادم میادش تو پاریس 6 بود، قصبه‌ای تو خیابون قصبه‌ای گذاشتم که میگم همون تابلوی خاص نبود، نقاشی بود ولی خلاقیت درش نبود. منتها بعد اونایی که همین با مفاهیم ریاضیات و حد و این داستان ها بی نهایت و نقطه عطف و اینا خیلی درش درگیر بود، اینا رو خجالت میکشیدم. بعد خب میگم اونا وقتی تایید کردن، من بردم یه دانشگاه، یک گالری بود ژاک یادم رفت که هنوز هم هست توی پاریس 5، سختگیرم بود خیلی، ولی خب این خوشش اومد به هر حال از کاری من و ما اولین بار اونجا به نمش گذاشتیم و مثلا اومدن خب دیدن اینا و کم کم این خیلی استقبال کردن اتفاقا. بعد خب وقتی کم کم استقبال میشه آدم قدرت میگیره، ولی در این حالم میبایستی که باز همش رو آدم چیز یاد بگیره، یعنی نباید متوقف شد، باید هیچ چیز جدید یاد گرفت، هی باید به داده هاش در واقع اضافه بشه. اون داده هایی نیستش که من بیام اونا رو بکشم اونجا اون رو، یا مثلا از نظر تکنیکی منظورم این نیست، از نظر اندیشه است و خب خیلی جرأت میخواد. ولی خب اینجا چون بر اساس یک روالی هستش که پیش میره این کار، یعنی اونجوری نیستش که بیان یه دفعه شما رو ببرن بذارن مثلا روی سرشون اینا. شما شروع میکنید نمایشگاه کوچیک کوچیک انجام دادن، بعد چند تا گالری، بعد کم کم تو سالن ها و اینا، بعد خب خورده خورده میره تو فضاهای بزرگتر و بیشتر و این ور و ور و اینها، و این خورده خورده خودشونشون میده و خیلی دوست دارن بشنون آرتیست ها، دوست دارن باش حرف بزنن. اون مرحله رو که من بخوام اونو طی بکنم، از اون اول وارد این داستان بشم، اون یه چند سال طول کشید
که به حساب بیام. واقعا چند سال طول کشید اینا و من خجالت میشدم و از طرفم نمیخواستم که وقتی مثلا منتقدین هنری اینا اون موقع تلفن و موبایل و نمیدونم اصلا هیچ کدوم اینا نبود و حتی ایمیل هم نبود و اینا، مثلا میرفتن یه جو یه اعلانی بود یه آفیشی میدیدن به اونجا اسم آرتیست نه یه شماره تلفن فیکس پیدا میکردن تو خونه مثلا زنگ میزدن و اینجوری، یارو اصلا نمیدونست تو چه شکلی هستی چه شکلی نیستی، اصلا هیچی نمیدونست، فقط کارتو دیده بود و اینا. بعد مثلا من میخواستم برم خجالت میشتم برم، گفتم الان اینا منو ببینن، خب موقع من جوان بودم خیلی، گفتم الان اگه اینا منو ببینن میگه تو خیلی جوانی تو نمیتونی چیز کنی، من قبول نمیکنم اینا. بعد نمیرفتم. من حتی یادم یکی از قرارهای خیلی خیلی مهمم و توی کافه د فلو بود با یه منتقد هنری از دست دادم، یادم خیلی مهم، به خاطر اینکه خجالت میکشیدم که برم اونجوری که بودم خودم بهش نشون بدم، بودم که این الان منو ببینه میگه این خیلی جوونه و این که نمیتونه اینا رو بکشه. حالا خنده دارتر از اون، مهندس سیهون شد روان، ایشون یکی از یعنی یک ایرانی، اولین ایرانی بودش که من رو با من آشنا شد و من رو لانسه کرد توی گالری خودش، گالری سیهون. من بعد چند سال رفته بودم در کانادا تو یک نمایشگاه داشتم و بعد به من گفتن که آره، ونکوور بودم اونجا نمایشگاه داشتم، گفتن که آره مهندس سیهون هست و اینا، اگه بخوای اون میتونه بیاد و صحبت کنه فلان کنه، ولی خیلی بد اخلاقه و این از اونایی که باید خودش بخواد و فلان اینا. گفتم بابا اگر اینجوری اصلا دعوتش نکنیم فلان. گفت نه خب ما دعوتش میکنیم اینا، ولی بهش میگیم بیاد یه خورده صحبت کنه. گفتم نه، پس شما دعوتش بکنی ولی نگید بیاد صحبت کنه، بیاد ببینه همین، اگه خواست اینا هم بعد دعوتش کنه، اگه خواست میاد دیگه همین، خواهش میکنم بهش نگید اصلا بهش صحبت نکنید، مصاحبه نکنید اینا. بعد هیچ چیزی ما اونجا بودیم، منم نمیشناختمش اصلا چه شکلیه و فلان. این که دارم میگم داستان مربوط میشه به 20 سال پیش. بعد خلاصه ایشون اومدن و تمام تابلو رو یکی یکی نگاه کرد و فلان کرد و اینا و بعدش هم وسط وسط و منم به تمام اون چند تا روزنامه نگارا گفته بودم که اصلا به طرفش نرید، اصلا هیچ کی نره طرفش، منم این ور وایس بودم واسه خودم. این نقاش کیه پس؟ نقاش کجاست و اینا؟ بعد یه منم با دست و لرز رفتم گفتم این الانه که به من بعد بیرا بگه فلان کن اینا. گفتم دیگه خب خلاص رفتم، گفتم منم اینا. گفت تویی ای؟ اینا گفت من فکر میکردم الان یه آدم همسن و سال منه که نقاش این داستان هاست، پس تویی ای تو چند سالته؟ بعد من اون موقع تازه مثلا 30 سالم شده، 30 خورده‌ای داشتم، 31 سال. نه آقای سیهون من الان 32 سالمه. گفتم حالا میتونم خیلی خیلیه، من اونقدر چیزم، من جوان به نظر میام اینا، ولی من الان 32 سالمه. گفتم میدونم اینا. گفت ببین تو از کجا اومدی؟ از فرانسه. و خلاص با هم صحبت کردیم و خیلی خیلی استقبال کرده بود، شانس آورده بودم، شانس آورده بودم چون میتونست نباشه، واقعا میتونست نباشه، استقبال کرد و خلاص با هم گپ زدیم و خلاص فرانسه صحبت کردیم و اینور اونور. بعد گفتش که چرا اینا این همه خبرنگار اینجاست، چرا هیچ کدومشون نمیاد از من یه چیزی بپرسه و اینا، آقا شما کجا این چالش کردین با من حرف بزنه. خلاص دیگه اینا همه اومدن و گفتن خیلی خوب بیا. و خلاص حدود 40 دقیقه ایشون صحبت کرد و خیلی خیلی از من برای من خوب شد، برای اینکه دیگه همچین آدمی بالاخره که خودش پدر معماری نوین ایران و با یک همچون سابقه ای این آدم اون قدم میشناخت، خلاصه تعریف کردیم. لحظه ای بود که خودت به خودت بگی حالا من یه هنرمندم و یادت باشه، یا اینکه یک فرایند بود در واقع؟ خیلی پرسش، نمیدونم، باید روش فکر کنم، نمیتونم الان اون آن رو یادم بیاد، که حتی امروزم از خودم سوال میکنم، به خاطر اینکه هنرمند بودن میتونه یه شرایط باشه، شرایط باشه، الزاماً به این نیستش که حتما شما یه کار هنری بکنید. به خاطر اینکه یه چیزی یادمه، ولی الان اون خاطره رو میگم. یک اتفاقی افتاد در چین در سال 2014. در واقع ما میتونیم زمانی بگیم که مثلا من هنرمندم، یا اینکه
نسبت هنرمند به کسی بدین تا زمان که خلاقیت درش باشه، تا زمان که خلق باشه. مربوط زمان نیستش که شما کار هنری، کار تصویری میکنید. شما ممکنه بشینید سالها نقاشی بکشید یا عکس بگیرید ولی هنرمند نباشید، چون خلاقیتی درش ایجاد نشده. اون آنی که خلاقیت درش شکل میگیره، در واقع کار فیزیکال جان پیدا میکنه، یا اینکه جان پیدا نمیکنه ولی بیننده ازش جان میگیره. اونجا اون آن هنر خودش رو نشون میده، چون درش خلاقیت هست، چون شما انرژی گرفتید، جون گرفتید و خودت یه جایی میبینی که از اونجا به بعد این کار درش زنده است، زنده شده. این من نمیدونم کجا از کجا شروع شد، فکر میکنم از همون تابلوی اولم شروع شد تو پاریس. برای اینکه خودم وقتی این تابلو رو میبینم، اینم بود توش، واقعا میفهمم که اون منتقدین هنری که نوشته بودن منم ندیده بودن، خب به هر حال متوجه شده بودن اون موقع یه داستانی بود، اون جان درش بود، حالا به نوعی درش حضور داشت و اون خلاقیت درش بود. ولی اینه که تو هر کاری که من میکنم خلاقیت باشه، نه اینطور نیست. اونجور نیستش که مثلا من بگم من الان یه هنرمندم دیگه، تموم شد دیگه، من هر چی بکنم درش خلاقیت، نه 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 اون نیست. من هم میتونم حتی بعد از اینکه توی پرانتز اثبات شده هستم و نمیدونم شناخته شده هستم و بالاخره به رسمیت شناخته شدم، نه من هم میتونم نباشم. من بستگی به کار داره. شما آرتسای خیلی بزرگی هستن شناخته شده، همه کاراشون شاهکار نیستن، خیلی کارهای خیلی زیادن، صدها کار، هزاران کار ممکنه وجود داشته باشه، ولی یک دوتا اون کار شاهکاره، بقیه هم خب کارهای خیلی قوی هستن، همه نیستن. شما بعضی وقت پیش میاد که آدم باید خیلی کار بکنه تا اینکه بتونه یک جا یک جهش درش صورت بگیره، یه جا این خلاقیت درش باشه، یه جا هم ممکنه شانس بیاره چند تا کار پشت سر هم همینطور درش خلاقیت باشه دیگه، یه مدتی باشه، یک دوره‌ایه و این از بین میره. اینها همه بستگی به خودمون انسان داره، آدمی داره که پشت این داستان هست، که واقعا پیچیده تر از این داستان ها هست، پیچیدگی ما خیلی زیاده، خودمونم نمیدونیم. اون آنی که خلاقیت درش به وجود میاد، یه جورایی خلاقیت در واقع به خدا آدم نزدیک میشه، یک جورایی یک نقطه ای هستش که نقطه تماس هست با خدا، این تماس برقرار میشه و دوباره از کنارش رد میشه، میریم تو دوباره یه جا دیگه. اگه اخلاقمون رو خوب بکنیم و اگر که زیربنا داشته باشیم، ممکنه باز یه جا دیگه بشه تماس داشته باشیم، یک تماسی ایجاد بشه، ولی اونطوری نیستش که ایجاد بشه من دیگه هنرمند همیشه هستم و دیگه موندم و هر چی کردم هر کاری بکنم همه خلاقیته. یه بار من در چین بودم، چون من ورش رزمی میکنم و توی لانگجو دعوت شده بودم برای یک نمایشگاه، و توی اون یعنی نمایشگاه فقط نبود، یه سمینار بین المللی استادای بزرگ هنرهای رزمی دنیا بود که اینا دعوت بودم، و چون اون برگزار اونجا من رو میشناخت، اومد بود پاریس و من رو توی یکی از همین دو جاها دیده بود و به من که متوجه شد بود که من نقاشم، گفتش که تو باید بیای و ما میخوام دعوت کنیم. خلاصه اینه چند سالی من دعوت میکردم و من نمیرفتم اینو. خلاصه یه سال تصمیم گرفتم 2014 اینو که برم ببینم چجوری و اینا، به من گفتش که آره تو بیا اونجا و ما تابلواتو بنمایش میگذاریم، اله میکنیم از حرفا. خلاصه من رفتم اونجا، فکر کردم فقط میخوام تابلوام بنمایش بذارم، ولی بعد دیدم که من وادارم کردن که برم روی سن و یک کاتا هم انجام بدم که اصلا هم آمادگی نداشتم، به حال این کار انجام شد. و خب اونجا خیلی چیزا من یاد گرفتم، اینکه اونها هنر رزمیکاراشون و مربی های بزرگشون اینها آدمهایی بودن که میتونستن که توی خطاطی یا نقاشی باید یک کاری از خودشون نشون میدادن، و این خیلی شرقیه، شرق دور اینطوره. یعنی شما اگر که یک استاد بزرگ رزمی باشید کافی نیست، میبایستی که یا یه خطاطی بکنی یا نقاشی، این کار باید باشه که مردم ببینن که شما چطور روی درون خودتون تسلط دارید.
یعنی این یکی از راه‌های شناختن تسلط و مدیریت به روی انرژی درون انسان هست و چون شرق دور اینها در هنرهای رزمی خیلی روی تمرینات درونی عضلات درونی برعکس درست برخلاف غربی ها و مثلا آمریکا اینا که بیشتر رو عضلات بیرونی که همه باید ورم بکنه و اینا که معلوم بشه شما ورزش کنین، بعد اونا برعکس اینن، اونها عضلات درونشون با نفس و این داستانا کار میشه. این هستش که در واقع این تسلط اینجوری نشون داده میشد و به من گفتن که تو باید بیای، حالا نمایشگاه گذاشتیم و منم تنها زن اون نمایشگاهشون بودم و 4-5 تا مرد دیگه بودن که استادای خیلی خیلی بزرگ هنری رزمی چین بودن که کاراشون به نمایشگاه گذاشته بودن. یک افتخار بود برای من که این به من جایزه هم دادن، البته بعد یه مدال دادن به ازای جایزه، یک لوح بهم دادن و اونجا به من گفتن تو باید بیای جلوی همه ما، اونجا ما صندلی میذاریم، اینا همه نشستن، 50 نفر نشستن و اونجا دیدی که اینا دیگه همه جلوی همه دارن خطاطی میکنن و همه میان میبینن و تحسین میکنن، شما هم باید بیای جلوی همه بشین نقاشی کنی. گفتم آخه از این قابل مقایسه است، من اولا کارم رو اونا رو کاغذ با قلمای خودشونه، من کارم اصلا بومه و اصلا شما چه بوم نداریم، ما تو لنجو هستیم وسط چین، اصلا کجا پیدا کنیم؟ گفتم ما فردا 2 نفر میفرستیم با شما رو ببرن و اینا، هر چی لازم هست بخرید و بیارید و فلان کنید و از این داستانا و همه امکانات رو براتون چاره آماده میکنیم. توی این هنر رزمی که رزمی کاری که بودم، مربیاش یعنی استاد بزرگاشون، یکیشون رو من میشناختم از قبل که این یک راهب مال تبت بود و خیلی رابطه خوب با من داشت، هم که خود انگلیسی صحبت می‌کرد و اینکه مترجم که من باش داشتم اینا خیلی معنوی، خیلی خیلی عمیق بود و اینا. خلاص اینا هنوزم ارتباط هستم باش، در ارتباط هستم و در تماسم اینا. خلاص اینا نشسته بودن و ما این بوم و فلان اینا رو بردیم و خب با آکریلیک کار می‌کنیم که زود خشک بشه و اینا، و خیلی برای من سخت بود، برای من این مدلی که تو آتلیه خوب اومده بودن وسطش پورتو کشتم، ولی اینجوری تو نقاشی رو از اول تا آخر شروع بکنی، اونم 50 تا استاد بزرگ چینی نشسته باشن تو مملکت کنفوسیوس و تاو و چی اونی که اسمش که سرهنگ که خیلی دوست دارم کتاب هنر رو نوشته، جنگ چیز هنر جنگ اسمی شدم رفت الان میاد به خاطرم، به حال تو مملکت اینا بشینی و مثلا همچین کاری بکنی، خب خیلی جرأت میخواد، یعنی از یه جایی باید دیگه، از یه جایی خب آدم با اعتماد به نفس به دنیا نمیاد ولی مجبوره که اون اعتماد به نفس رو یه جا بذاره، بنا کنه، پاشو یه جا بذاره، یه جا مجبور گستاخ بشه، مجبور روش زیاد بشه و مثلا مجبور میشه که یه جوری میشه که مردم میگن او وانشته چه خودش استفان خیلی دماغ بالاست و فلان اینا. آره من اگر که درست میگید شماها که من خیلی دماغ بالا هستم، ولی من اگر اینجوری نبودم که اصلا هیچی نمیشدم، یعنی نمیتونستم قدم اولم بردارم، من میبایستی که از یه جا شروع میکردم دیگه، من باید تو اون آدم هایی تو اون جایی که قرار گرفتم بنزی درخت خیابونه همین خیابون پهلوی هنرمند و متخصص و کارشناس اینا هست، خب من برای که از اینجا بیام بیرون خودم نشون بدم باید از یه جایی یک اعتماد به نفس داشته باشم و این ساخته نمیشه، یه جا باید یه چیزی بذاری و بعد پاتو بذاری رو اونو کم کم، ولی بعد باید با دانش و خورده خورده بری بالا. خلاص اونجا ما این کارا رو کردیم و نقاشی رو کشیدیم، یه جایی وقتی مشروع کردم رنگ سفید رو گذاشتم توی تابلو، اون کسی که گفتم که راهب مال چیز بود، تبت بود، نه آره تبت بود، اون یه دفعه بلند شد و اومد گفتش که آره من دیدم از اینجا، گفت از اینجا روان رفته تو تابلو، گفت اصلا از اینجا یه دفعه بلند شد، گفت از این آن به بعد من دیدم که یه دفعه زنده شد و روان رفت تو این تابلو. البته اون زبان خودش بود که میگفت روان رفت تو، ما که نمیخوایم که آدمای چیزی باشیم، سوپرسوسیو، یعنی سوپرسوسیو چی بهش میگن، آدمایی که به باورهای مثلا به همه چیز باور میکنن و
فارسیش الان یادم رفت چی میشه، به فرانسش میشه سوپرستیشیو، حالا یادم، خرافاتی، خرافاتی. خب ما نمیخوایم آدمی خرافاتی باشیم، ولی اونجا این اونو دید و متوجه این داستان شد و من خودم هم بهش خیلی توجه کردم، بودم خب این راست میگه، بعد روش فکرم خب آره، تو وقتی کارو داری میسازی از اول، از اول که خلاقیت نیست، از اول یک مچه، یه ترکیب از خیلی چیزاست که تو اینا رو میذاری، ولی از یه جا به بعد این شروع میکنه کم کم یه چیزی وارد شدن و این جون میگیره و اونی که تو فرهنگ چینی بهش میگن چی، ژاپنی هم بهش میگن کی، فرانسوی ها بهش میگن، یعنی ایرونی ها بهش میگن جان، اینجا فرانسه بهش میگن آم، فرانسه بهش میگن جان، که تو مولانا هم خیلی از جان صحبت میکنه، صحبت جانه، که این جان رو وقتی از یکی میگیری یا میدی یا وارد یه شی میشه، جان دار میشه، کسی که جان داره. شی هنری هم میتونه دارای جان باشه، نه که خودش بالو پر بزنه، قلب داشته باشه، فلان کنه، نه، میتونه وسیله ای باشه برای انتقال جان. یعنی اینکه شما میتونید که این جون رو از اون بگیرید و چون شما انسان هستید، موجود زنده هستید و اون کس که اونو خلق کرده اونم یک انسان بوده، انسان اون خلق کرده و این جان رو به اون داده و این میتونه اینطور در واقع بگرده، گردش پیدا بکنه و در بره توی یک به ذهن یک بیننده و خیلی چیزهای دیگر رو تداعی بکنه درش. ببین تو در واقع بخش ریاضی داستان رو پررنگ کردی که چگونه شکل گرفت، خب ولی اینکه در واقع یک دختری از ایران در واقع آیا اینا بروز داره تو نکارت؟ خیلی از آدمایی که سراغ چیز میرن، مثلا فرض کن که دنبال هنر میرن و میخوان در واقع بگن مثلا فرض کن من ایرانی ام، خب حتما سعی میکنن یه بوت جوقی توی کارشون حتما بذارن و تو این کارو نکردی، یعنی اصلا فکر کنم که لزومی نمیدیدی که این کارو بکنی. این خوبه، این پرسش خوبیه. آره این پرسش رو خیلی هم از من کردن، مثلا بعضی از ایرونی ها میگن آره اینه که شما کشن خیلی قشنگه، خیلی خوبه، ولی الان اگر اون وسط شما بیاید یه کوچولو از این مینیاتور ایرونی هم اون وسط بذارم، خواهی ایرونی میشه. ولی داستان اینه که من فراتر از این رفتم، این صحبت رو من اینجا هم به اینا هم حتی گفتم و میگم و میکنم، میگم که ایران در کجای کار نقاشی شما هست؟ ایران تو مفهوم کار منه، ریشه داره توش، اصلا اعتقادات من، زیربنای کارم، فلسفه‌ام که میگم بخشش از ریاضیات میاد، بخشش از فلسفه در واقع خیام که از اونجا چشم من باز شد به این دنیا، اینا ریشه در چی داره؟ کجایی بوده خیام؟ اینا از کجا میاد؟ یه وقتی من دارم از بی نهایت، از حد، از لیمیت، از نمیدونم نقطه عطف، از یه سری مسئله فلسفی دارم حرف میزنم، خیلیشون ریشه دارن تو فرهنگ من، تو تاریخ من، اینا از اونجا دارم میان. من اصلا قرار نیستش که بیام شکل یه داستانی رو بکشم یا مثلا شکل یه دونه فروه رو بکشم بگم که من ایرانیم. بله ببینید ایرانیم، من خودم یک هویت ایرانی دارم، شخصیت ایرانی دارم، هستم و این کافیه. قرار نیست من اگر من بخوام که سمبول های دیگه ای رو به خودم، به کل خودم بکشم و بیام با این سمبول ها بگم که آره ببینید من هستم، که جلب توجه کنم که بفهمن که من ایرانیم، اینها در واقع من یه چیز رو از یه جایی قرض گرفتم، حرف خودم رو نزدم، ولی من اومدم حرف خودم رو زدم و این چیزی که اینجا میمونه تو این داستان خود منم که ایرانیم، هویت ایرانی منه که این همیشه ایرانی هست و میمونه و این اصلا نمیشه کارش کرد، همینه که هست. ایرانی بودن که توی چارچوب جغرافیا قرار گرفتن نیست اصلا. من خودم رو خیلی بیشتر از خیلی از ایرانی که تو ایران هستن ایرانی احساس میکنم و هستم، همین. هیچ جایی هم ندارم که مثلا لزومی هم نداره که بخوام توضیح بدم و بگم چرا موجودیت من از یک فرهنگی داره صحبت میکنه و از یک فلسفهی داره صحبت میکنه و از یک ظاهری داره صحبت میکنه که همش ایرانیه و من هیچ نیازی ندارم که چیزی بهش اضافه کنم.
موضوعی که خیلی برام جالب بود همین مسئله تابع بود. وقتی که مثلا تابع رو تو ریاضیات میمدن توضیح میدادن، خب مثلا میگن تابع ایکس نمیدن فلانه فلان کارا رو میکنه، بعد مثلا میشه ایگرک. ولی بعد من خودم خب اینو چرا نمیدن اینجوری بگم، این تابع یعنی مقررات، یعنی تو یه آدمی رو ور میداری میاری که یه ایکسه، ور میداری میاری توی کشوری و تو اون کشور بهت یه فرمول میده تابع است، میگه تو این کشور باید روسری سرت کنی و حق نداری که بری فضانورد بشی و حق نداری بری مهندس اتومکانیک بشی، ولی مثلا میتونی بری خانه‌داری بخونی یا مثلا میتونی بری این کارا رو بکنی. بعد مثلا یه کشور دیگه اون یه فرمول دیگه بهت میده، اون میگه که حالا تابع من این هستش که چرا تو زنی میتونی بری همه این کارا رو بکنی، میتونی مثلا یا سمن مقبلی بشی. که چقدر من مثلا فکر میکردم که وقتی یاسمن مقبلی رفت تو فضا، من اصلا میگم خودم رفتم تو فضا، اینقدر اهمیت داشت واسه من این موضوع. و گفتم بالاخره یه نفر تونسته، یک زن اونم ایرانی که نکات مشترک داریم، این کار انجام بده. خیلی برای من لذت بخش بود اصلا دیدن این اون فضا فلان. Les femmes et les hommes libres, quelquefois d'origine ou orientation. Merci beaucoup pour votre écoute.